با سلامی گرم و صمیمی به برنامه برای آزادی زندانیان سیاسی خوش اومدید. سهیلا دانا هستم و با همکارانم در بخش فنی برنامه امروز رو تقدیم شما عزیزان بیننده میکنیم. در برنامه امروز مصاحبه داریم با روح الله مردانی، فعال دانشجویی، معلم و زندانی سیاسی سابق. اما قبل از شروع برنامه از طرف خودم و کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی به تمامی خانواده‌هایی که عزیزانشون در طی چند روز گذشته با آماج تیر نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی در خیزش مردم خوزستان کشته شدن تسلیت بگم. ما در کنار شما عزیزان هستیم. بیشتر از 10 روز هستش که مردم در خوزستان به خیابان ها اومدن علیه بی‌آبی. در خوزستانی که 4 رودخانه پر آب، دز، کرخه، کارون و اروند از این سرزمین میگذرن و ما در عوض شاهد بحران آب در این استان هستیم که مردم اون نه آب برای آشامیدن دارن و نه آب برای کشاورزانش برای زراعت. مردم به خیابون ها اومدن و متاسفانه پاسخ اونها شدید گلوله بود مثل آبان 98 و بر اساس گزارشات تا به حال رسیده به دست ما 10 انسان بیگناه کشته شدن و صدها معترض تاثیر. اما این اعتراضات همچنان ادامه دارد و سر ایستا ندارد. مردم از دیگر شهرها از جمله تبریز، مشهد، رباط، کریم، یزد، کرمانشاه، خرمآباد، تهران و دیگر شهرها در حمایت از مردم خوزستان به خیابان اومدن و شعار سردگونی جمهوری اسلامی را میدن. در متروی تهران مردم شعار مرگ بر جمهوری اسلامی را فریاد زدن. در ادامه این حمایت ها تعدادی از فعالین کارگری و سیاسی روز 29 تیر ماه در مقابل وزارت کشور دست به تجمع اعتراضی زدن در حمایت از مردم خوزستان و اونها رو بازداشت کردن. روح الله مردانی فعال دانشجویی و معلم و زندانی سابق، زندانی سیاسی سابق، از جمله بازداشت شدگان این تجمع بودند. امروز مهمان ما هستند تا با هم گفتگویی داشته باشیم در مورد چگونگی این تجمع و بازداشت. سلام میکنم به شما جناب مردانی گرامی و خوش اومدیم به برنامه برای آزادی زندانیان سیاسی. درود بر شما خانم دالوند، درود بر همه عزیزان و درود بر مردم همیشه مظلوم ایران. ممنون از شما. از تجمع چگونگی بازداشت که تجمع، اون تجمعی که شما خودتون هم در منظور داشتید برامون بگید. بله، روز 29 تیر ماه امسال دوستان از طیف‌های مختلف، از گروه‌های مختلف کارگری، دانشجویی، معلمی، حقوق بشری، مادران دادخواه و همچنین دوستان صنفی، سیاسی، مدنی و رسانه حضور داشتند برای اینکه اعلام کنند که ما همراه و همدل هستیم با مردم خوزستان و مردم خوزستان جزئی از مردم ایران هستند، جدایی ناپذیرند از ملت ایران و همراه و همدل هستیم با اینها و ما حمایت می‌کنیم از مردم همیشه ستم دیده خوزستان، مردمی که 8 سال جنگ رو به بدترین شکل، با بدترین آزارها، با آوارگی و زیر توپ و تانک و بمباران و جنگی که سراسر هزینه بود گذروندن و تمام این هزینه ها رو دادن و امروز با کم آبی، با فقر شدید، با آثار ویرانگر جنگ، آثار مخرب جنگ دست و پنجه نرم می کنند و 30 سال پس از جنگ اینها نه تنها اوضاعشون بهبود پیدا نکرده بلکه تحت ستم شدید حاکمیت فعلی هستند و برای قطره آب به گلوله
بسته میشن و کشته میشن و این برای ما غیر قابل تحمل، غیر قابل هضم هست و با تمام وجود از این عزیزان، از این هموطنان ستم دیده حمایت میکنیم. دوستان تصمیم گرفته بودند که جلوی وزارت کشور تجمعی رو ترتیب بدن و اعلام حمایت کنند، کاملا مسالمت آمیز و همونطور که تصویرش رو خود حاکمیت قبل از این که دوستان ما اقدام به عکاسی و فیلم برداری کنند، اونها تصویر برداری کردند، اونها عکاسی کردند و از ابتدا تا انتها شاهد جریان بودند و دیدند که مردم ایران بالاخره این افرادی که اینجا اومده بودند هر کدوم به نحوی از یک گروه خاص، از یک طیفی بودند و اگر ندیم نماینده ولی شاید از سوی مردم ایران تا حدودی به عنوان نمایندگان اقشار مختلف بودند، حضور داشتند و اعلام کردند که ما از خوزستان حمایت می‌کنیم و اینها خودشون هم شاهد بودند که هیچ حتی عمل به قول معروف ستیز جویانه ای در حرکت این عزیزان نیست، اما متاسفانه با برخورد شدید نیروهای امنیتی مواجه شد و شاید بگم یک گروه 30 نفره‌ای که از دوستان اومده بود با یک گروه چند هزار نفره مقابل شد. یعنی یه جوری که اصلا شوکه شدیم که این همه افراد برای چی اومدن، مگر اینجا چه تصمیمی ما داریم، مگر ما مسلح اومدیم، مگر ما با ابزار جنگی اومدیم. ما اومدیم اعلام کنیم که آقا این افرادی که الان این ملت، این مردمی که خوزستان هستن تشنه هستن، به آب نیاز دارن، این تشنه ها نباید کشته بشن. خب آیا واقعا یک شهروند در قرن 21 این حق رو نداره که بر اساس همون اصل 27 قانون اساسی یک تجمع مسالمت آمیز و کاملا آروم رو در جهت یک هدف تعیین شده، یک هدفی که کاملا شفاف هست، یک چیزی که قابلیت حمایت رو داره، ما اگر بگیم مردمان تشنه رو نکشید آیا واقعا جرمی مرتکب شدیم؟ اگر بگیم از خوزستانی که هموطن ما حمایت میکنیم آیا ما مرتکب خطایی شدیم؟ به چه دلیل شما جلوی این تجمعات مسالمت آمیز که میتونه راهگشا باشه، میتونه دریچه‌ای باشه برای رسیدن به حقوق شهروندی، به حقوق بشر، به حقوق انسانی افراد، شما چرا این درها رو میبندید؟ چرا اجازه نمیدید بتونیم با هم صحبت کنیم، گفتگو داشته باشیم؟ در کشورمون یک گفتمانی بین مردم و باشه که از طریق اون به نتیجه برسیم. هیچگاه هیچ حکومتی از طریق خشونت، از طریق گلوله و تفنگ و شلیک و سرکوب به نتیجه نخواهد رسید و تا امروز تاریخ نشون داده که این اتفاق نیفتاده و در نهایت هم اتفاق خوشایندی از دل سرکوب در نمیاد. مردم ایران تصمیم گرفتند برای زندگی بهتر و سالهاست در این راه دارن گام برمیدارن. این که فرمودید نحوه دستگیری، ببینید از همون ابتدا اینها شروع کردن به عکس برداری و فیلم برداری از ما و نیروهای امنیتی ویژه‌شون رو اونجا آورده بودن. پس از اینکه ما رو از اونجا به سمت خیابان زرتشت اگر اشتباه نکنم بردن و با یک برخورد بسیار غیر انسانی، یک برخورد
وحشیانه و برخوردی که اصلا قابل تحمل نبود دوستان ما مدارا کردند. با وجود این رفتار غیر انسانی و غیر اخلاقی حرف اینها رو با حرکت اینها رو با صحبت‌های کاملا معتدل و آروم پاسخ دادن، اما متاسفانه اینها هیچ زبانی رو متوجه نمیشن و ما رو از اونجا کشوندن به سمت خیابان زرتشت و اونجا یگان موتوریشون، یعنی وحشی ترین نیرویی که برای سرکوب‌های شدید به کار می‌برن یهو با گاز دادن به موتورها تو با موتوراشون با بوق و با یک صدای وحشتناکی که در اون محدوده ایجاد کردن و می‌خواستن باعث رعب بچه‌ها، ترس بچه‌ها بشن، به ما حمله ور شدن و ما هر چقدر با اینها آروم صحبت کردیم متاسفانه جوابو نبود. به بدترین شکل ممکن ما رو تا یه جایی همراهی کردن. بچه‌ها یه جا دوباره توی یه محوطه پارک مانندی وایسادن، اونجا یه مقدار استراحت کردن که متاسفانه دوباره اینها تمام نیروهای در واقع میشه گفت جنگیشون رو و لباس شخصیاشون رو کشوندن اونجا و به بدترین شکل ممکن دوستان ما رو کتک زدن، ما رو کتک زدن و سوار ماشین ناجا اگر اشتباه نکنم این انتظامی کردن و ما رو به پلیس امنیت کیشا بردن. خوشحالم که بیرون هستین، آزاد شدین، ولی سوال دوم اینه که تعدادی از معترضان در خوزستان دستگیر شدن، آیا اطلاع دقیقی از آمار بازداشت شدگان موجود هستش و به نظر شما به عنوان یک زندانی سیاسی چی کار باید کرد و چه اقداماتی باید انجام داد برای آزادی کسانی که بازداشت شدن؟ ببینید خانم دارن، ما هیچگاه آزاد نبودیم و آزاد نیستیم. یعنی من حداقل میتونم بگم که در طول تمام زندگیم از کودکی تا امروز هیچگاه این به هر حال آزادی یک حسی رو به آدم میده، هیچگاه این حس رو نداشتم و دوستانم هم نوعانم هم وطنانم نیست همچین حسی نداشتن. واقعا ما آزاد نیستیم و آزادی رو تجربه نکردیم و متاسفانه با وجود حاکمیتی که شعارهاش سراسر فریب بود ما هیچگاه طعم و بوی آزادی رو نچشیدیم. ببینید هیچگاه نبوده در هیچ کدام از اعتراضاتی که مردم در طول این 43 سال داشتن هیچگاه مشخص نبوده چه تعداد دستگیر شده، چه تعداد کشته شده و چه تعداد در بند و تحت شکنجه هست. خیر، آمار نه تنها دقیق، آمار غیر دقیقی هم وجود نداره. فقط میتونیم بگیم که با قطع اینترنت، با خاموشی های گاه به گاه و با اون میزانی از سرکوب که در طی این بیش از 10 روز شاهد بودیم به قطعا بیشترین آمار بازداشت، شکنجه، سرکوب، کشتار رو داشتیم. حتی خبرها حاکی از اینه که بیش از 10 نفر به صورت آمار رسمی وجود داره که هم در خوزستان و هم در استانهای تابعه استانهای مجاور خوزستان مثل لرستان و اینها کشته شدن. تا جایی که شنیدیم 2 نفر فقط در علیدرس کشته شده. بنابراین هیچ آمار دقیقی وجود نداره، اما سرکوب ها بسیار شدید است و همکنون هم ادامه داره و متاسفانه اینها متوجه نیستند که هیچ مطالبه ای با سرکوب خاموش و خونسا نخواهد شد.
ممنون از شما. نکته شما درسته در مورد آزادی. من منظورم این که از زندان بیرون اومدیم، وگرنه همینجور که گفتیم پوینت شما دقیقا درسته. آزادی معنی خاص خودش داره و واقعا اون تعریفی رو که شما انجام دادید به درستی همون تعریف هستش در مورد آزادی. و اما سوال بعدی اینه که اهمیت حمایت از مردم معترض خوزستان رو چجوری شما میبینید؟ چرا اهمیت داره و چرا باید حمایت کرد؟ ببینید، یک ملت یک موجود به حساب میاد، یعنی در واقع تمامیت ارگانیک یک شخص رو میتونیم یا یک ملت رو میتونیم به تمامیت ارگانیک یک شخص مقایسه کنیم، در واقع تشبیه کنیم. ما هیچگاه نیه ملت اعضای تن یک انسانه، مگر می شود هموطن من در خوزستان تشنه باشد، مگر می شود هموطن من زیر سرکوب باشه، زیر خفقان باشه و من اینجا آرام داشته باشم، مگر بنی آدم اعضای یک دیگر نیستن، مگر واقعیت نیست که ما به عنوان یک انسان حس داریم، احساس داریم، عاطفه داریم و چطور میشه هموطن من تشنه باشه و من بی تفاوت و بی اهمیت نسبت به این مسئله؟ بدون تردید به عنوان انسان تمامی مردم خوزستان که همکنون زیر شدیدترین سرکوب وحشیانه هستن نیاز به حمایت تک به تک افراد و تمام مردم ایران دارن. ما این حمایت رو از همین جا به نمایندگی از تمامی مردم اعلام میکنیم که مردم خوزستان جزئی از وجود ما هستن، قلب ما هستن. قلب خوزستان قلب تپنده ایران هست و ایران تا ابد مدیون خوزستان هست و هرگز حمایتش رو از خوزستان بر نخواهد داشت و تا خوزستان هست مردم ایران هستند. و واقعیت اینه که ما خودمون رو از مردم خوزستان جدا نمیدونیم. تمام شهروندان عرب و لور و فارس خوزستانی ما هموطن ناب ما هستند، جان و دل ما هستند و تا همیشه با اینها خواهیم بود. و اعلام میکنیم که این کشتار و این سرکوب رو متوقف کنیم که راه به جایی نخواهد برد. مردم خوزستان 8 سال زیر سرکوب ناجوان مردانه یک کشور دیگه بودن، اکنون انتظار این نمیره که از حاکمیت خودشون به این شکل سرکوب بشن. بنابراین با تمام وجود از مردم ایران، هموطنان داخل و خارج، میخوام که با به صحنه بیان و حمایت عملی خودشون رو از مردم خوزستان به نمایش بگذارن. و تا کنون همین چنین بوده اما کم هست. مردم خوزستان نیاز به یک حمایت گسترده و سراسری دارن و ما اعلام میکنیم آماده هر گونه حمایت از مردم خوزستان هست. ممنون از شما، ممنون از اینکه وقت گذاشتید و در برنامه برای آزادی زندانی ریسکسی شرکت کردید و همینجور که گفتید مردم خوزستان و تمام مردم ایران در شهرهای مختلف به خیابان‌ها اومدن، مردمی که به جان مردم جان به لب آمده است. نبودن آب، گرونی، فشار، سرکوب، کشتار به خیابان‌ها اومدن و یک صدا دارن فریاد میزنن برای سرنگونی جمهوری اسلامی با امید روزی که مردم در آزادی به سر ببرن. و ممنون از اینکه با ما همراه بودید. زنده باشید خانم دالوند. ممنون از شما که این وقت رو در اختیار من گذاشتید. من به عنوان نکته پایانی اگر وقت باشه یه نکته ای رو خدمت عزیزان و هموطنان خارج از کشور بگم. این که ببینید الان ما در وضعیتی نیستیم که
عزیزان اون بر فقط صدای ما باشن یا صدای مردم خوزستان باشن. خیر، اونجا آزادی عمل بیشتری هست، اینجا مردم دیگه خودشون فریاد هستند، دیگه صدا لازم ندارن. مردم ایران الان مظلومترین فریاد تاریخ بشر هستند که تحت بیرحمانه ترین ستیزها قرار گرفتن از سوی حاکمیت خودشون، نه یک کشور خارجی. و ما انتظارمون از هموطنان خارج از کشور اینه که ببینید ما چیزی قریب به 10 میلیون، حالا آمار دقیقی نیست، ولی هموطن ساکن خارج داریم و اینها میتونن با فعالیت عملی خودشون جلوی سفارتخونه ها، جلوی مراکز فرهنگی و سیاسی جمهوری اسلامی و در مقابله با دولت ها و حاکمیت هایی که از این نظام ضد مردمی دارن دفاع می کنن یا باش قرارداد می بندن وایسن و عملا این وایسادن رو ما ببینیم و این رو به نمایش بگذارن، مطمئنا تأثیر گذار خواهد بود. دیگه فقط صدا بودن کافی نیست، شما باید در عمل نشون بدید که با مردم ایران هستید، ایرانی هستید و از وطنتون با وجود فاصله ها از دل نزدیکی دارید و پایبندش هستید و پاش بایستادید و حمایت می کنید. ما حمایت عملی هموطنانمون در خارج از کشور رو باید به چشم ببینیم، تا الان بسیار کمسو بوده و ما انتظار خیلی خیلی بیشتری داریم. امیدواریم که این صدای ما رو بشنوند و حمایتشون رو گسترده تر و روزافزون کنند. ممنون از پیامتون. من فقط در پاسخ صحبت شما رو به جامعه خارج از ایران بگم، در چند روز گذشته ما شاهد تظاهرات وسیع در جلوی سفارتخونه ها بودیم، از جمله مثلا من خودم به شخصه در کانادا در تجمع بیشتر از 1500 نفر، شاید بیشتر از اون، که نمایندگان پارلمان کانادا اومدن و در حمایت از مردم صحبت کردم. من خودم اونجا صحبت کردم و اون را به نمایندگی از کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی و از روشون خواستم که اقدام عملی انجام بدن، یعنی دولت ها فشار بیارن به جمهوری اسلامی و یک کاری در جهت اینکه حداقل زندانیان سیاسی آزاد بشن، کشتار متوقف کنن و آب به روی مردم نبندن، خواستیم که فشار بیاره به روی جمهوری اسلامی. و الان یه کمپین وسیع در خارج از کشور برای بایکوت جمهوری اسلامی داره به پیش میبره و همچنین برای به دادگاه کشیدن سران جمهوری اسلامی به جرم جنایت علیه بشریت. و این اقداماتی هستش که در خارج از کشور در حال انجام شدن، یعنی یه مقدار انجام شده و داره پیش میره و با امید اینکه بتونیم جمهوری اسلامی رو در سطح جهان بایکوت کنیم، بایکوت سیاسی کنیم و اینکه بتونیم به جرم جنایت علیه بشریت اینها رو به دادگاه بکشونیم. به جرم میبینیم مردم به خاطر ادعای خواسته هاشون به گلوله میبندن. به امید روزی که مردم ایران آزاد بشن و به امید روزی که جمهوری اسلامی جوابگوی تمام این جنایاتشون باشن. و ممنون از پیامتون، ممنون از اینکه امروز با ما و بینندگان برنامه برای آزادی زندانیان سیاسی همراه بودید. زنده باشید. ممنون از شما. به امید اون روز. بله، گفتگوی من رو با روح‌الله مردانی، فعال دانشجوی، معلم و زندانی سیاسی سابق، در مورد وضعیت مردم خوزستان، اعتراضات مردم و چگونگی حمایت از مردم خوزستان شنیدیم. به پایان برنامه امروزمون رسیدیم. با تشکر از همراهی شما عزیزان، اما قبل از پایان برنامه توجه شما رو جلب میکنم به راه‌های تماس. منتظر پیشنهادات و نکات شما هستیم، چرا که این برنامه متعلق به تک تک شما عزیزان هستش و پیشنهادات و نکات شما میتونه در بهتر شدن برنامه به ما کمک کنه. تا برنامه دیگر از برای آزادی زندانیان سیاسی، دلتون شاد و روزگار به کام شما.